با نزدیک شدن موعد پایان مهلت ضرب العجل آمریکا، حالا هر دو باند رژیم از دو زاویه از پیامدهای سیاسی و اقتصادی اون ابراز نگرانی میکنن. باند خامنه ای با اشاره به بیخاصیتی برجام و همینطور حمله موشکی به تأسیسات شیمیایی سوریه نتیجه گیری میکنن که هر گونه مذاکره و تعامل با آمریکا و اروپا بیفایده است. اما باند روحانی در طرف مقابل با اشاره به بحرانهای رژیم تنها راه نجات رو برجام و ادامه اون میدونن که این به وضوح از عمیق‌تر شدن شکاف در رژیم حمایت میکنه. گزیده ای از اظهارات و مطالب دو باند رو در گزارشی ببینیم و بشنویم. تلویزیون رژیم 25 فروردین. دولت فکر میکنه با توافقی مثل برجام یا مذاکره با کشورهای اروپایی و آمریکایی ها میتونه آرامش اقتصادی در جامعه ایجاد بکنه. ما خیلی وقت گذاشتیم، 4-5 سال وقت کشور صرف یک توافق بین المللی به نام برجام شد. چه انتفاعی گیر ملت ایران آمد؟ بنابراین بهتر توجهمون رو جلب کنیم به همسایگان خودمون. روزنامه حکومتی ایران 26 فروردین، قصه دلار. هدف حاکمیت و ستاد اقتصادی دولت این است که روند دیوانه‌وار خروج ارز از کشور در دو ماه اخیر را کنترل کند و البته برای 20 روز دیگر که ترامپ در مورد برجام تصمیم نهایی خود را اعلام می‌کند، شرایط را برای هر سناریوی احتمالی فراهم سازد، به نحوی که با تصمیم احتمالی ترامپ برای خروج از برجام عملاً در بازار اسکناسی وجود نداشته باشد که دچار نوسان شود. محمد خالدی سردشتی، عضو مجلس ارتجاع، 26 فروردین. در خصوص خروج یک جانبه آمریکا از برجام و ادامه برجام بدون حضور آمریکا، نکته‌ای که قابل تأمل بوده این است که آمریکا سهامدار بسیاری از شرکت‌های اروپایی است یا معادلاتی وجود دارد که نظر آمریکا بر سود و زیان آنها تأثیرگذار است، ولی باید شرایط جهان را پس از خروج آمریکا از برجام سنجید، چون ممکن است شرایط به حدی به هم بخورد که دیگر اصلا نشود به این مسائل فکر کرد. اگر هم قرار باشد برجام به هم بخورد، با توجه به تعاملات آمریکا و اروپا حتما با هماهنگی آمریکا با اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد. سایت حکومتی فرارو، 26 فروردین. آمریکا به دنبال جنگ اقتصادی با ایران است. دولت ترامپ باید در 12 ماه می آینده درباره استمرار تعلیق تحریم‌های ایران تصمیم گیری کند. تعداد کمی از ناظران پیش بینی می کنند که آمریکا در توافق هسته‌ای باقی خواهد ماند. در حقیقت هنگامی که استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در روز چهارشنبه گذشته گفت بازگشت تحریم‌های بسیار قوی از جمله تحریم‌های اولیه و ثانویه علیه ایران امکان پذیر است، دست واشنگتن را رو کرد. اکنون مشکل ایران این است که هر آن ممکن است دولت آمریکا موضع خصمانه تری علیه آن اتخاذ کند. علاوه بر این، برخی از گروه‌های تندرو در واشنگتن خواهان بکارگیری جنگ اقتصادی علنی علیه ایران هستند. روزنامه حکومتی وطن امروز، 27 فروردین، مهدی محمدی. جالب است این حمله دقیقاً در زمانی انجام شد که آمریکا و کشورهای اروپایی ظاهراً قصد دارند 1-2 هفته دیگر بقای برجام را به آغاز مذاکراتی درباره منطقه و برنامه موشکی با ایران مشروط کنند. اگر تا پیش از این هم کورسوی امیدی وجود داشت، حمله اخیر همه تردیدها را از بین برد و نشان داد آمریکا و کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه که مرتب تلاش می‌کرد خود را به عنوان بازیگر عاقل صحنه معرفی کند، هیچ اعتقادی به یک فرایند مذاکراتی مؤثر ندارند و در حالی که پشت میکروفون از ضرورت آغاز مذاکرات درباره برنامه موشکی و منطقه ایران سخن میگویند، پس پرده در حال تدارک حمله موشکی به متحدان منطقه ایران هستند. آخوند نبویان از باند خامنه‌ای، 26 فروردین. حمله به سوریه نشان داد زمزمه کنندگان مذاکرات موشکی جز جهالت و خیانت کاری نمی کنند. همراهی فرانسه و انگلستان با آمریکا نشان می دهد کسانی که در مسیر غلط برجام از آمریکا ناامید شده و به سوی اروپا تمایل پیدا کردند، همان مسیر غلط را می پیمایند. اروپا با آمریکا متحد است. راه حل مشکلات
منحصر در رابطه با زورگویان یعنی آمریکا و اروپا نیست. اگر آمریکا با همراهی انگلستان و فرانسه علیه سوریه پیروز شوند، در مرحله بعد با بهانه دیگر به ایران حمله خواهند کرد. حمله موشکی به سوریه اثبات کرده است که امروز عصر و زمانه موشک است و چقدر سادگی و ابلهانه است که گفته شود عصر موشک گذشته است.